مسابقات قهرمانی کشور اسکای رانینگ یا همان دوی کوهستان با حضور ورزشکاران برتر کشور در عراق برگزار شد. اسکای رانینگ به معنی دویدن در کوهستان هست که بسیار دوی سنگین و طاقت فرساییه. دویدن در کوهستان به خاطر پستی بلندی هایی که از ارتفاع حتما بالای 2000 باید باشه در شرایط برگزاری، و همینطور که میدونید ارتفاع هم هر چقدر از سر دریا بالاتر میره فشار اکسیژن کمتره و شرایط بسیار شرایط سختی برای دونده ها خواهد بود. در این مسابقات ورزشکاران در دو بخش آقایان و بانوان رقابت کردند. توی مسابقات 63 نفر شرکت کردند، 11 تا خانم و بقیه آقا از 13 تا استان بودند. مسیر 22 کیلومتر بود. دونده ها از سطح کیفی رقابت ها گفتند. مسابقه چطور بود؟ مسابقه خوب بود، خدا رو شکر. مسیرش مسیر خیلی متنوع خوبی بود. میشه گفت در حد استانداردش بود. در پایان این پیکارها در بخش زیر 45 سال یاسین رجبی از مرکزی اول شد. چقدر برای اینکه توی مسابقات بتونی عنوان به دست بیاری تمرین کردی؟ تمرین ما صبح از تمریناتمون بوده، صبح حوازی های 20 کیلومتر 25 کیلومتر بعد از اون هم که سالن وزنه بودیم. علی قرقیبی از البرز و صابر چرخی از آذربایجان شرقی دوم و سوم شدند. در رده سنی بالای 45 سال شهرام درگاهی از البرز اول شد. خسرو طاووسی از بوشهر در جای دوم ایستاد و ابراهیم قلعه‌نویی از مرکزی عنوان سوم را به دست آورد. اکثر مسیر همش برفی بود، هیچ جا خشکی وجود نداشت، مخصوصا تو شیبا که باید خیلی مدیریت می‌کردیم که آسیب نبینیم. در بخش بانوان هم خانم‌ها سپیده فتوحی و آزاده معزی هر دو از تهران به ترتیب اول و دوم شدند و خانم فرزانه عسکری از استان مرکزی در جای سوم ایستاد. سه نفر برترین رقابت‌ها در هر رده سنی به اردوی تیم ملی دعوت میشن تا به رقابت‌های برون مرزی اعزام بشن. محسن سفری خبرگزاری صدا و سیما، اراک.